کارخانه مشترک مونتاژ تراکتور ایران و زیمبابوه نیز با حضور آقای احمدی نژاد و رابرت موگابه در حراره افتتاح شد. متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل که باید تامین کننده امنیت ملت‌ها باشه در خدمت سلطه برخی از دولت‌ها قرار گرفت. ابزاری که دشمنان ملت‌ها به وسیله اون فشار خودشون رو بر ملت‌ها وارد می‌کنه. به بهانه‌های گوناگون تا امروز چندین تحریم رو علیه ملت ایران اعمال کردن. جالب، کسانی که بمب اتم دارند توسعه میدند، انبار کردند و علیه ملت‌ها استفاده کردند به بهانه نگرانی از انحراف فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران فشارها رو وارد می‌کنند. البته اونها در دستیابی به نتایج مورد نظرشون ناکام موندند. اونها خیال می‌کردند که با این فشارها میتونند مسیر ملت ایران رو تغییر بدن یا اون رو تحت تأثیر قرار بدن، اما به واسطه ایستادگی بی‌نظیر ملت ایران در توطئه‌های خودشون شکست خورد و همه فشارها و تهدیدها تبدیل به فرصت‌های طلایی برای پیشرفت و ارتقای ملت ایران تبدیل شد. اونها میدونن که امروز ایران یک کشور قدرتمند و شکست‌ناپذیر. مشابه همین فشارها بر زیمبابوه وارد شد. دشمنان اصلی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به این بهانه ها فشارهای خودشون رو بر زیمبابوه اضافه کردند. کسانی که هیچ احترامی برای ملت‌ها قائل نیستند و با طراحی‌های ضد بشری هزار هزار و صد هزار صد هزار از انسان‌های بیگناه رو می‌کشند، به بهانه دموکراسی و حقوق بشر فشارها رو بر دولت‌های مستقل و آزادی‌خواه اضافه می‌کنند. در حقیقت اونها از ملت‌هایی که زیر بار استعمار نرفتند مبارزه کردند و آزادی رو به دست آوردن انتقام می‌کشند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که وحدت و ایستادگی رمز شکست توطئه‌های استعمارگران. من همینجا تمام فشارهای شیطانی و ضد بشری استعمارگران علیه ملت زیمبابوه رو محکوم میکنم و از ملت انقلابی زیمبابوه، از دولت زیمبابوه و از جناب آقای موگابه، این شخص مبارز، به خاطر ایستادگی و مقاومت جانانه تشکر میکنم. راه خونسا کردن توطئه‌های استعمارگران مقاومت است و مقاومت است و مقاومت. البته همبستگی دولت‌ها و ملت‌های مستقل و انقلابی توان و قدرت این ملت‌ها را مضاعف خواهد کرد. ملت و دولت ایران همواره در کنار ملت و دولت زیمبابوه خواهد ایستاد.